محب از آمادگی کامل نیروهای امنیتی در مقابل طالبان خبر داد. ساله دادستانی باید زمینه سازی برای فرار اختطافگر را وضاحت دهد. استقبال رئیس جمهور غنی از بازنگری توافقنامه صلح امریکا و طالبان. به نقل از تلویزیون یک، برجسته‌ترین فرمانده طالبان کشته شد. به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. مشاور امنیت ملی افغانستان از قلوردوی قوای هوایی دیدار نمود. با گزارش سپوتنیک، دفتر شورای امنیت ملی با نشر یک خبرنامه اعلام کرد که عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در قل اردوی قوای هوایی کشور جلسه امنیتی برگزار کرد. مشاور امنیت ملی در این دیدار تاکید کرد که اصلاحات در صفوف قوت‌های قطعات خاص در مورد وضعیت عمومی امنیتی نیز یک سلسله توصیه‌های لازم را ارائه نموده، بیان داشت که نیروهای قهرمان افغان در یک جنگ مقدس با روحیه بلند در دفاع از خاک و مردم خیش قرار دارند. او افزود که دولت افغانستان برای تامین صلح با طالبان تمام توان و تلاش‌های خود را به کار برده و گام‌های استوار نیز در این راستا برداشته است، اما طالبان هیچ گونه اراده و اقدام لازم برای صلح از خود نشان ندادند. و اظهار داشت که این گروه نه تنها دست از خشونت و افغانکشی بر نداشتند، بلکه به منظور اخاذی و مردم آزاری دست به چور و چپاول در مسیر شاهراها می زنند. در این جلسه عبدالله محب می افزاید طالبان شمار زیاد از هموطنان ما را که برای مردم و خاک خود صدای حق طلبانه بلند کردند، آنها را به شهادت رسانیدند و همچنین دارایی عامه و تأسیسات ملی را تخریب نمودند. به دلیل اینکه طالبان مستقل نبوده و توسط کشور دیگری کنترل می گردند که حتی خانواده های آنها در آنجا گروگان می باشد. او گفت نیروهای امنیتی افغان در برابر آنها آمادگی کامل دارند و از خاک و مردم خیش به قاطعیت حفاظت می نماییم. این در حالی است که چند پیش یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده در قطر که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری پژواک گفته بود که تایید دو هفته گذشته هیچ جلسه بین گروه های تماس آنها و طالبان برگزار نشده است. ساله دادستانی باید زمینه سازی برای فرار اختطافگر را وضاحت دهد. معاون اول رئیس جمهور غنی گفته است که به خاطر زمینه‌سازی فرار یک اختطافگر توسط یک مامور دادستانی بار دیگر از این نهاد وضاحت خواسته است. به گزارش سپوتنیک، امرالا سالی معاون اول ریاست جمهوری در گزارش جلسه 6:30 صبح امروز سه‌شنبه 7 دل به خود گفت یک بار دیگر در جلسه امروز از اداره دادستانی کل خواسته شد که به مردم در ارتباط به یک تن عنصر فاسد در آن اداره که زمینه فرار اختطافگر را فراهم ساخته بود وضاحت دهد. آقای صالح افزود نزدیک سازی بی سابقه پلیس با اداره لوی سارنولی زمینه این که جنایتکاران بتوانند از خلاها استفاده نموده و منفوذ و مجرا برای فریب نظام پیدا کنند تنگ تر شده است. گفتنی است که آقای سالی دیروز اعلام کرد که یک فرد آدم ربا پس از دستگیری توسط پلیس با همکاری افراد به شفاخانه صحت روانی انتقال داده شده و از آنجا فرار کرده است. او این مسئله را تکان دهنده خوان و گفت یعنی زمینه ساخته می شود که او زیر عنوان مریض عقلی نه به شفاخانه پلیس بلکه به شفاخانه ملکی انتقال یابد و از آنجا فرار داده می شود. معاون اول تاکید کرده بود تمام عناصری که ظاهرا در قضیه دست داشتند دستگیر شدند، ولی کار روی تمام آدم هایی که چنین فضا را ایجاد کردن ادامه دارد. سهل و آسانسازی فضا و ماحول برای فرار اختطافگر و آن هم مربوط به باند روحان جرم بزرگ است. استقبال رئیس جمهور غنی از بازنگری توافقنامه صلح امریکا و طالبان. رئیس جمهور کشور از تصمیم ایالات متحده در خصوص بازنگری سریع توافقنامه صلح با طالبان استقبال کرده است. به گزارش سپوتنیک، به نقل از دفتر رسانه‌ای ارگ، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز گذشته دوشنبه 6 دلف در نشست کابینه گفت که یک فصل تازه در مناسبات کابل با واشنگتن باز شده است و امریکا افغانستان را همچون شریک بنیادیش می‌داند. او تاکید کرد که ایالات متحده توافقنامه صلح با طالبان را به گونه سریع بررسی می‌کند و پس از بررسی ها حکومت امریکا برای دستیابی به یک نقشه رای مشترک درباره این توافقنامه با کابل نیز مشوره خواهد کرد.
او افزود یک فصل نو در مناسبات ما با شریک عمده ما ایالات متحده امریکا باز شده است که دوام میکند. شکل مناسبات ما در سطح عالی دولت با دولت خواهد بود. او می افزاید یک بررسی سریع قرارداد امریکا با طالبان از طرف شورای امنیت ایالات متحده صورت خواهد گرفت و بعد از آن یک مشوره اساسی همراه ما صورت می گیرد. اما محمد نعیم سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان در پیام به رسانه ها می گوید که این گروه به عملی شدن تعهداتش در توافق دوحه متحد است و تاکید می کند که اگر هدف از حکومت تازه امریکا دریافت اطلاعات درباره این توافقنامه باشد این گروه مشکلی ندارد. او افزود ما به تعهداتی که در توافقنامه نموده ایم با آن ملتزم می باشیم و از جانب مقابل هم می خواهیم که به تعهدات خیش ملتزم باشد. منابع به تلویزیون یک می گویند که در اثر عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی واشیر ولایت هلمند یک فرمانده کلیدی گروه طالبان به نام مولوی عبدالمنان نیازی مشهور به عمر خالد و لالا که نقش مؤثر در جنگ های قندهار و هلمند داشت کشته شده است. به نقل از مدنیت تحولات امریکا فرصت اطلاعی برای طالبان است. مسئله افغانستان از چالش‌های مهم روبروی دولت جدید امریکا است. بایدن در روزهای اول کار خود به نیروهای امنیتی دستور داده تا درباره ارسال پول توسط مسکو برای طالبان برای کشتن نیروهای امریکایی در افغانستان تحقیق شود. وزرای کلیدی دولت جدید خروج بدون مسئولیت از افغانستان را خطر برای منافع درازمدت امریکا در منطقه می‌داند. انتونی بلینکن نامزد وزیر خارجه در موقع اخذ اعتماد در مجلس سنا از آن نمود که تا هنوز درباره توافقنامه دولت ترامپ با طالبان دسترسی نداشته و خواهان ارزیابی دقیق این توافقنامه شد که زمایم پنهان و محرمانه دارد. دولت جدید خروج نیروها را مشروط به آن می‌داند که در صورت لزوم امریکا توان آن را داشته باشد که از بازگشت توریسم جلوگیری نماید. دموکرات‌های امریکا حفظ آزادی‌های مدنی و حقوق زنان را از دستاوردهای مهم 20 سال جنگ در افغانستان می‌دانند. طالبان که به پیروزی ترامپ امیدوار بودند از پیروزی دموکرات‌ها و بازنگری توافقنامه صلح نگرانی دارند. مردم و نیروهای سیاسی کشور امضای این قرارداد را مورد انتقاد قرار دادند، چرا که در امضای این توافقنامه با دادن امتیازات زیاد به طالبان از روند دستیابی صلح عادلانه و قابل پذیرش مطابق اراده اکثریت چشم پوشی شده است. دوستان عزیز، از این که تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.